با نام و یاد خداوند، سرخط مهمترین خبرهای امروز از افغانستان. هشدار عبدالحمید خراسانی به آمریکا، او میگوید که خودش را انتحاری میکند. و حق تعالی قسم است که در برابر نیروهای آمریکایی و در برابر نیروهای اشغالگر حمله استشهادی میکنیم و جان خود به خاطر. چرا آمریکا به جای الزواهری سراج الدین حقانی را نکشت؟ طالبان عضو نیروهای امنیتی پیشین را در زندان اعدام کرد. و در ادامه این گزارش، طالبان از حمله داعش در روز عاشورا خبر داد. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها کانال شهر نیوز را حتما دنبال کنید. بیننده های محترم کانال شهر نیوز، بعد از آن که رهبر داعش توسط درون های آمریکایی در شهر کابل کشته می شود، عبدالحمید خراسانی با عصبانیت و خشم این کلیپ را در شبکات مجازی نشر می کند. در این کلیپ می بینیم که آقای خراسانی از کشته شدن رهبر داعش در خاک افغانستان اصلا خوشحال به نظر نمی رسد. او با هشدار به رفتار آمریکا می گوید که اگر بار دیگر این عمل آمریکا تکرار شود، خودش در برابر آمریکا ایستادگی خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از زبان خودش بشنوید. با والله العظیم قسم است که اگر این بار امریکا تهاجم و حمله کند بر خاک کشور ما، و حق تعالی قسم است که در برابر نیروهای امریکایی و در برابر نیروهای اشغالگر حمله استشهادی میکنیم و جان خود به خاطر حاکمیت دین الله و به خاطر دفاع از اسلام و نظام اسلامی امارت اسلامی فدا میکنیم. دشمنان الله و رسولش و امریکا بداند که ما در برابر امریکا و مزدونان امریکا مصممتر از قبل استیم و نابودتان میکنیم باذن الله تعالی. و در ادامه این گزارش، منبع نوشته است که درگیری روز گذشته میان نیروهای حکومت طالبان و افراد مسلح در ساحه کارت سخی از مربوطات ناحیه سوم شهر کابل بعد از چندین ساعت پایان یافته که در نتیجه چند کشته و زخمی بر جای گذاشت. باید افزود که این درگیری پیش از چاشت روز چهارشنبه 12 اسد آغاز شده بود و به گفته ساکنان محل با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین به شدت جریان داشت. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در تویترش نوشته است که در این درگیری یک لانه مهم داعش را تخریب کردیم. آقای ذبیح الله مجاهد افزوده است که در درگیری کارت سخی 4 داعش کشته شدند و یک تن دیگر آنها بازداشت شده است. با گفته آقای مجاهد، گروه داعش قصد حمله بالای مردم در روزهای محرم را داشتند. با این حال سخنگوی حکومت طالبان گفته است که داعشی ها پلان داشت که از این مرکز بر هموطنان اهل تشیع ما که در روزهای محرم در منطقه کارت سخی به تعداد زیاد تجمع می کنند حمله نماید. و در ادامه این گزارش، صدای افغانستان نوشته است که ایالات متحده آمریکا برای پوشاندن ناکامی های حقارت بارش در افغانستان، سوریه، عراق و ونزوئلا و اوکراین نمایشنامه قتل ایمان الزواهری رهبر القاعده را در کابل به راه انداخته است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا می خواهد از این نمایشنامه پرسش برانگیز فقط برای خودش و حزب دموکراتش کلچه های داخلی و بین المللی پخته نماید. این صفحه در ادامه نوشته است که به گلوله بستن الزواهری توسط طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا با این دقت بالا پرسش ایجاد می‌نماید که چرا آمریکاییان به سراج الدین حقانی که در قتل و انتحار هزاران افغانستانی و ده‌ها آمریکایی دست داشته است اجازه می‌دهند تا آزادانه نفس بکشد و جلسات وزارت امور داخله را نیز دایر نماید. گفته می شود که دست سراج الدین حقانی در قتل ایمان الزواهری مهمان ارشد و خاصش دخیل بوده و به گمان اغلب سراج الدین حقانی محل اخفای ایمان الزواهری را در بدل خارج شدن نامش از لیست سیای آمریکا در اختیار آمریکایی ها قرار داده است. باید افزود سراج الدین حقانی که اخیراً میزبان گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و هیئت دولتی پاکستان در وزیر اکبرخان افغانستان بوده، در تفاهم با جنرال لوید رسیز و رئیس سازمان استخبارات پاکستان محل اخفای الزواهری را در اختیار آمریکایی ها قرار داده است. آنها میگویند که بعد از حمله به آباد آمریکا در شیرپور کابل، سراج الدین حقانی نیز از کابل خارج شده و خودش را کاملا بار دیگر پنهان کرده است.
به هر حال کشته شدن ایمان الزواهری رهبر القاعده در قلب کابل این حقیقت را روشن‌تر می‌سازد که طالبان پیوند محکم با القاعده داشته و با به قدرت رسیدن این گروه تروریستی در افغانستان، کشور افغانستان مرکز تجمع گروه‌های گوناگون تروریستی شده است. و در ادامه روزنامه 8 صبح نوشته است که طالبان محمد زابولی عضو پیشین نیروهای امنیتی را در زندان اعدام کردند. منابع محلی در دایکندی میگویند که طالبان محمد زابولی از اعضای نیروهای امنیتی حکومت پیشین را در زندان اعدام کردند. منابع روز پنجشنبه 13 اسد به روزنامه صبح کابل گزارش دادند که طالبان محمد زابولی را شب گذشته در برابر چشمان پسرش اعدام کرده است. بر اساس روایت منابع، طالبان به بستگان آقای زابولی گفته است که او را اعدام نکردند، بلکه وی از ترس زیاد خودکشی کرده است. به گفته منابع، آقای زابولی زیر شکنجه جان باخته و طالبان برای منحرف کردن از خان عامه جسم بدون روح او را به دار آویزان کرده است. از سوی دیگر منابع محلی در ولسوالی نوامیش ولایت دایکندی میگوید که آقای زابولی در اثر شکنجه زیاد جان باخته است. با این حال محمد زابولی عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان بعد از تسلط طالبان به ایران مهاجر شد، اما بعد از آن که طالبان پسر 10 ساله او را بازداشت کردند، خودش را دوباره از ایران به افغانستان رساند و او در زندان طالبان به سر می برد. و گزارش دیگر از آماج نیوز این که طالبان خواهان حل اختلاف میان آمریکا و چین شدند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان در مورد اختلاف‌ها میان چین و آمریکا در مورد تایوان گفته است که دو کشور اختلاف‌های خود را از راه مناسب حل کنند. آقای بلخی روز چهارشنبه 12 اسد در صفحه فیسبوکش نوشته است که روابط چین و ایالات متحده آمریکا بر امنیت، ثبات و رفاه منطقه تأثیر دارد. او همچنان از همه کشورها خواسته است که تا از تصمیم‌هایی که نقص حاکمیت ملی کشورها تلقی می‌شود و زمینه اقدام‌های تحریک آمیز را فراهم می‌کند خودداری کند. او تصریح کرده است که طالبان بر سیاست چین تاکید دارند و اختلاف‌ها میان چین و آمریکا از راه‌های مناسب حل شود تا بتواند با هم برای صلح، ثبات و توسعه منطقه و جهان همکاری کنند. قابل ذکر است که اختلاف‌ها میان چین و آمریکا بعد از سفر نانسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان شدت گرفته است. بیننده‌های محترم کانال شهر نیوز، نظر شما در مورد تازه‌ترین خبرهای امروز از افغانستان چیست؟ نظر خود را در کامنت همین گزارش با هم به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.